سرخط تازه ترین خبرها، جبهه مقاومت ملی نیروهای تازه نفس با تجهیزات مدرن را در بیخ گوش طالبان مستقر کرد. این در حالی است که پیشنهاد تازه احمد مسعود به طالبان که باورتان نخواهد شد. واسطه بازی میان طالبان در وزارت خارجه آغاز شده است. گزارش ویژه در مورد پیشنهاد 6 میلیون دلاری سازمان ملل به طالبان برای امنیتشان. طالبان گفتگو با ترکیه و قطر در مورد مدیریت فرودگاه افغانستان امروز آغاز می شود. هشدار ارتش پاکستان و جامعه جهانی در مورد بروز بحران فاجعه بار در افغانستان. دیدار تازه ملا هبت الله اخندزاده با عالمان دینی در قندهار. سلام به کانال ما، خوش آمدید. حقانی از امیرخان متقی خواست تا جوانان هرات را در وزارت خارجه استخدام کند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خواهان استخدام جوانان ولایت هرات در چوکات وزارت خارجه شد. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات که به کابل سفر کرده است در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد مشکلات جوانان در ولایت هرات صحبت کرد. آقای حقانی در این دیدار برخی مشکلات به شمول اخص ویزه کشورهای همسایه برای باشندگان این ولایت و استخدام جوانان ولایت هرات را با امیرخان متقی در میان گذاشت. او گفت که ولایت هرات دارای استعدادهای خوبی است که می توانند در چوکات وزارت خارجه مقرر گردند. در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز برخی مشکلات هرات و هرات نشینان را یادداشت کرده و دستورات لازم را برای حل آنها داد. وی همچنین وعده سپرده است که از جوانان هرات در اداره خارجه استفاده خواهد کرد. امیرخان متقی ولایت هرات را یکی از شهرهای پراستعداد افغانستان یاد کرده و گفت که باید جوانان هر زمین در بخش‌های گوناگون استفاده صورت بگیرد. خبر بعدی، وزارت داخله طالبان. گزارش پیشنهاد 6 میلیون دلاری سازمان ملل و این وزارت صحت ندارد. وزارت داخله طالبان امروز در پیام گزارش‌های منتشر شده در خصوص اینکه سازمان ملل متحد قصد دارد حدود 6 میلیون دلار به این وزارت برای محافظت از پرسنل و دفاتر این سازمان در افغانستان بپردازد را رد کرد. وزارت داخله طالبان گفته است که سازمان ملل تا اکنون هیچ پیشنهاد رسمی به این وزارت ارائه نکرده است. روز گذشته رویترز در گزارش نوشت که به سند دست یافته که نشان می‌دهد سازمان ملل متحد قصد دارد حدود 6 میلیون دلار به وزارت داخله طالبان برای پرداخت معاش نیروهای این وزارت جهت محافظت و دفاتر و پرسنل این سازمان در افغانستان بپردازد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان است که در لیست سیاه تحریم‌های سازمان ملل آمریکا قرار دارد. اداره تحقیقات فدرال آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی شود 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. خبر بعدی، طالبان گفتگو با ترکیه و قطر در مورد مدیریت فرودگاه های افغانستان را امروز رسما آغاز کردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی امارات اسلامی گفت که مذاکرات در مورد مدیریت 5 میدان هوای افغانستان امروز دوم جدی آغاز می شود. امان الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی گفت هیئت های ترکی و قطری قرار است امروز به کابل برسند و گفتگو با مقامات و تیم های تکنیکی وزارت ترانسپورت در مورد مدیریت میدان هوایی افغانستان را آغاز کنند. به گفته آقای احمدی، 5 میدان هوایی بین المللی کابل، قندهار، مزار شریف، خوست و هرات در محور مذاکره با هیئت‌های ترکی و قطری قرار دارد. این در حالی است که دو روز پیش وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده بود تیم‌های تکنیکی ترکیه و قطر به کابل سفر و با مقامات در مورد مدیریت میدان هوایی کابل افغانستان گفتگو خواهند کرد. مولود چاوش اوغلو در صورت توافق دو کشور مدیریت میدان هوایی افغانستان را بر عهده خواهند گرفت. پیش از این تیم تکنیکی قطر میدان هوایی کابل را پس از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست ترمیم کرده بود. خبر بعدی، رئیس ستاد ارتش پاکستان تازه گفته است که حل بحران انسانی افغانستان و تلاش صادقانه جهان نیاز دارد. جنرال قمر باجوا رئیس ارتش پاکستان میگوید که تلاش های صادقانه و همگرایی جهانی برای حل فاجعه انسانی کنونی در افغانستان نیاز است. جنرال باجوا در دیدار با دریادار محمد یوسف الاسلام
فرمانده نیروی دریایی پادشاهی بحرین در راولپندی بر لزوم ابتکارات در مورد صلح و آشتی در افغانستان تاکید کرد. بخش مطبوعاتی ارتش پاکستان اعلام کرد فرمانده نیروی دریایی پادشاهی بحرین نقش پاکستانی در اوضاع افغانستان و منطقه را ستوده است. منافع متقابل اوضاع امنیتی کنونی در افغانستان و همکاری های دو طرف در عرصه های امنیتی و دفاعی از دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار روز گذشته جنرال باجوا با مقام ارشد نظامی بحرین بود. و حالا می‌پردازیم به اصل موضوع و خبر جدید. جبهه مقاومت ملی تازه گفته است که نیروهای تازه نفس با تجهیزات مدرن به مناطق اعزام شدند. کرام الدین عظیمی یک عضو دفتر جبهه مقاومت ملی در واشنگتن امروز به خبرگزاری راها گفته است که نیروهای تازه نفس جبهه مقاومت ملی همراه با تجهیزات نظامی مدرن به مناطق اعزام شدند. آقای عظیمی گفت که با آغاز فصل گرما جبهه مقاومت ملی برای داشتن جغرافیای سبز برای این جبهه حملات خود را شروع خواهد کرد. وی در پاسخ به سوال در خصوص تعداد نیروهای تازه نفس جبهه مقاومت ملی گفت که آمار این نیروها را مشخص نمی سازند. گفتنی است که به دنبال سقوط دولت پیشین جبهه مقاومت در ولایت پنشیر به رهبری احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود علیه طالبان شکل گرفت. این جبهه گرچه پس از مدت مجبور به واگذاری ولایت پنشیر به طالبان شد، اما همواره گزارش های از مناطق مختلف کشور از حملات این جبهه بر مواضع طالبان گزارش می گردد. این در حال است که پیش شرط احمد مسعود برای آغاز مذاکرات جدید با طالبان از کابل بیرون شوند و نیروهای بین المللی وارد مرکز گردند، نیروهایشان را از شمال و بخشای از غرب افغانستان عقب بکشند تا ما وارد گفتگو شویم، در غیر آن از راه زور کشور را خواهیم گرفت. خبر بعدی، طالبان ملا هبت الله اخوندزاده با عالمان دینی در قندهار دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری دولتی باختر در گزارش آورده است که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر عالی امارات اسلامی طالبان روز گذشته با ده‌ها تن از علمای دینی در مرکز ولسوالی های ولایت قندهار دیدار کرد. بر اساس گزارش ملا هبت الله اخوندزاده در این دیدار علما را تشویق به خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات آنان کرده است. بر اساس گفته ها و منابع طالبان این سومین حضور ملا هبت الله اخوندزاده از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در میان عموم است. اما برخلاف دو حضور قبلی وی، این بار مکان دقیق حضور او مشخص نشده است. در دو ویدیو قبلی گفته بود که ملا هبت الله یک بار در مدرسه دینی حکیمه قندهار و سخنرانی پرداخته و بار دیگر در منزل والی طالبان در قندهار حضور یافته است. این در حالی هست که تا اکنون هیچ عکس و تصویری از حضور ملا هبت الله در ملا امام منتشر نشده که این گفته های طالبان را اثبات کند. تا اکنون گزارش های زیاد مبنی بر زنده نبودن ملا هبت الله اخوندزاده منتشر شده است.